بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و به ادب خدمت شما بنده های گرامی و دانش آموزان گرامی خوش آمدین به برنامه خودتون آمادگی کنکور تمدن دوستا به جلسه 11 ام قرار داریم بخش پولینوم هاست پولینوم ها خیلی مهم است چرا ما اینقدر زیاد روی پولینوم فوکس کردیم چون سوال های زیادی داره در کنکور بنا لازم است که صحیح خوانده شود تا شما به سوالات حل سوالات فرم کنکور مشکل نخورین دوستا خب روی مانیتور خود شما میبینین که مجموعه زرایی به پولینم هاست برای دریافت دوستا برای دریافت مجموعی زرایی به پولینم ها کافی است به جای هر نوع متحول دارین فقط و فقط عدد یک قرار بدین چی گفتم؟ آفرین به جای متحول ها فقط چند یک قرار داده میشه حالا آماده ای بخیر که سوال کنکور رو حل کنیم رفتیم به حل سوالتی فرم کنکور دقت کنین روی مانیتور انا بخیر خب یک دونه سوال از بالای قیمت قیمت گذاری مونده سوالی خیلی خوبش است ایرم کار میکنیم بعد سوال مجموعه زراعی به کار میکنیم دقت کنین سوال شما اینجا هست پی اکس برابر است با x به توان عدد 100 جمع چند یک جمع x ببخشید جمع x باز مزرد از شما چرا خواسته پی یک جمع پی یک ضرب لن دو وقتی گپ از لن میشه شاگرد یک ذره وحشت میگه نه ترس برادر ما برای توضیح میدیم حتما کسی اومده کنکور میخونه که گپ رو خوانده ولی ما باز هم اشاره میکنیم که شما به مشکل مواجه نشین دقت کنین اینجا یک یادآوری بسیار کوچک میکنیم که شما یاد شما باشه دیگه یاد آوری. شما خوانده بودین دوستای گرامی که لگارتمی هر عدد به قاعده خودش همیشه حاصلش چند است؟ یک است متوجه این دیگه؟ یک است پیشتر هم گفتیم لن ای لن ای مثلا ما شما میگیم لن ای لگارتمی است که قاعدهش عدد چی باشه؟ آیلر لگارتمی ای به قاعده ای میشه چند؟ یک نظر به این حالت شما اینم پیشتر عرض کردم که لن اگر داشته باشیم لن ای توانش باشه فرض کو یک عدد مانند ام باشه توان میتونه چی قرار بده در لگارتم زریب یا ام ضرب لگارتم ببخشین لن ای لگ بود مشکل نداره لگارتم مثلا ای به توان ام به قایده یک عدد مانند چی باشه بی ای توانش قرار میگیره توان میاد ضرب قرار میگیره میشه ام ضرب لگارتم ای به قایده بی اینا چیزای یاداوری بود که قبلا شما خواندین دیگه حتما کسی اومده کنکور میخونه چطور خوانده دیگه خب دقت کن به حل سوال خب به جای x چند وضع میکنیم پی x حساب میکنیم هر جای x داریم به جای شک واسه پی برابر است به یک به توان 100 جمع یک حالا پی برابر است دوستای گرامی دقت کنین پی x برابر یک به توان 100 یک 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 حالا یک جمع یک میشه چند دو آفرین پی چند شد دو پس پی اک پیدا کردیم چند شد دو شد حالا دوستا اینجا هست قیمت گذاریم پی اک جمع پی ضرب لنی عدد چند دو حالا در اینجا سعی کنین پی اک چند شده شما بگین پی اک چند شد آفرین چقدر خوب یاد گرفتی ماشالله ماشاالله. به جای پی یک بازم چند میگذاری دو خیلی خوب یاد گفته ضرب لنی چند دو حالا شما داریم دو جمع لنی چند دو دونه لند دو سایکو دو جمع دو دونه لند دو متاسفانه شما در گزینه سعی کنین همچو گزینه ای وجود نداره اینجا دو جمله لند دو است صحیح شد ولی دو دونه دو نداره پس این انتخاب نکنید نکته داره سوال حالا بریم سوال ای را حل کنیم کدام یکی از گزینه ها میتونه ای را حل کنه مثلا ما از گزینه چندم انتخاب البته ای را میتونیم تبدیل کنیم ولی از گزینه استفاده میکنیم گزینه چندم مثلا سوم انتخاب کردم مثال میگم که لنی چی داریم چهار ضرب این مربع گزینه چهاری ماست لنی چهار این مربع خب چرا من این انتخاب کردم هر گزینه ای که دوستای گیرم تکرار می هر گزینه ای که یعنی خود این رابطه را که ما جواب بکشتیم بدیس بده اونم گفتند درست است این هم تبدیل میشه ولی یک ذره سخت میخوره به اون خاطر ما این شکلی کار میکنم خب اینجا سعی کنین لنی حاصل ضرب یک یادآوری میکنم لنی حاصل ضرب دو عدد برابر لنی عدد اول جمع لنی عدد چی دوم لنی ضرب جمع معنی داده لگوریتم جمع چی من میده ضرب ضرب جمع جمع ضرب حالا پس اینجا ضرب است میشه عدد اول شما چند است چهار میشه لنی چهار جمع لنی ای مربع اینجا نوشته کردم دوستا لنی ای چند است؟ یک است دیگه دقیق کنیم حالا توان گوجه قرار میگیره؟ ماشاءالله زریب قرار میگیره لنی چهار جمع دو زرب لنی ای لنی حاصلش چند بود؟ آفرین یک حالا اینجا سعی کن لنی چهاره چهار اگر نوشته کن با اجازه شما دو بتوانید این دو اینجا خوش شد. دو ضربی خود دوست دیگه دو میاد ضرب قرار میشه میشه چند دو دان لنی دو جمع دو حالا این اگر جمع خواست تبدیل داده اینطور اگر نوشته کن مشکل نداره دو جمع لنی دو هیچ فرقی نداره پس همه جواب ماست گزینه درست ما لنی چند است لنی چهار ای مربع هست درستن پس اینی تو نکته داشت ما برای شما کار کردیم یک سوال خیلی قشنگ بود امیدوارم خوشتون اومده باشه بریم به با ادامه حل مجموعه سوالات حل مجموعه زرایب اینا شما نوت کنین با نکات کلیدی که اینجا گفتیم اینا رو حتما یادداشت کنین که خیلی نکات پرکاربرد هست یادداشت کنین تا سوال بعدی رو همراه شما کار کنیم دوستان خب که گرامی سوال خود دیدین چه سوال قشنگ بود لگاریتم داشت اکس داشت جنجال ها رو حل کردیم حالا سوال خیلی ساده رو حل میکنیم که ضرورت نیست که شما بترسین سوال مجموعه ضرب چون عنوان درس ما مجموعه ضرب بود دیگه سوال اینجا دادم مجموعه ز... مجموعه پولینومی حالا ما سوال نوشته میکنیم مجموعه پولی پولینومی چی است پی اکس شما دقت کن دوستا پی برابر است با پی برابر است به یک جمع یک منفی اکس کل به توان چند 25 از توان نترس توان خیلی وحشتناک آمده اومده 25 آمده اصلا 600 هم بده مشکل نداره برای دریافت مجموعه زرای پولینوم ها گفتیم چند به جای x وزن میکنیم به جای متوالی یک پس به ی... یک می میکنی دقت کن روی تختم پی x به جای x یک می میکنی پس میشه یک جمع یک منفی یک کل به توانی 25 یک منفی یک صفر پی یک برابر است به یک جمع صفر به توان 25 صفر میشه دیگه پس پی یک برابر یک جمع صفر یک پس مجموع به ای پولینوم دوستا چند شد یک بهمی راحتی شما سوالش کار کردین حل کردین خب آماده یک سوال دیگه هم کار کنیم تا تسلط بیشتر شوه دقت کن روی مانیتور سوال بعدی گزینه یک شد گزینه دوم درست سوال بعدی مجموعه گفته دوستا سوال بعدی پولینوم پولینوم ای داده گفته برابر است به 3x منفی یک اک. 3x منفی 1 کل به توان 6 مثبت چهار اکس منفی چند سه کل به توان عدد چند است 200 است کل به توان 200 حالا دوستای گرامی برای از که حل کنیم برای دریافت مجموعه ضرب گفتیم به جای متحول ها چند وز میکنیم آفرین چی خوب یاد گرفتیم ماشاءالله پس امیدوارم که اولین کنکور شه به سوال حل از سوالات و جای اکس یک وضع میکنیم ا برابر است با سه ضرب یک منفی 1 کل به توان 6 مثبت چهار ضرب 1 منفی سه کل به توان عدد چند 200 ای ماشاءالله حالا تفریق ماشاءالله خودت پروفسور رسید قسمت از سه که یکش کم شود چند آفرین دو به توان دو شد کل به توان چند 6 ا... چهار ضرب چهار از چهار که کم شد چند میمونه؟ آفرین یک یک به توانی دوست سد ای برابر است دو به توان شش معنی است که دو شش دفت خود ضرب شد دو به توان شش شما یاد دارین دیگه آماده که کنکور خونده دیگه از صد خونده یا دو به توان شش میشه چند؟ شست و چهار جمع یک به توان هر عددی پس میشه چی؟ یک خب ای برابر است دوستای گرمی چهار. جمع یک میشه چند؟ شست پس جواب این سوال ما چند شد 65 بریم سعی کنیم واقعا 65 وجود داره بله گزینه چندم درسته گزینه اول این سوال هم به راحتی حل کردیم شما اینا رو یاد داشت کنین دوستا بریم به موضوع بعدی خب دوستای گرامی سوال مجموع ذره به کار کردیم به جای متحول عدد یک عوض میکردیم خلاص جمع تفریخ و تفریق و ساده سازی حالا روی قضیه باقی مانده قضیه باقی چیست؟ خب از نامش پیداسته از قضیه باقی مانده برای باقی مانده استفاده میشه بیام روی این با قضیه باقی گپ میزنیم و بعد سوال هایی که روی مانیتور آوردیم برای شما حل میکنیم دوستان دقت کنید قضیه باقی چیست؟ قضیه باقی برای تقسیم پولینوم هاست زمانی دو دو پولینوم تقسیم همدیگر شوم برای باقی از اونو از قضیه باقی استفاده میکنیم به نام ریمایندر میگه شد اصطلاحش حالا دقت کنید روی تخته دوستان دقت کنید قضیه باقیمانده مانده قضیه باقیمانده یک توضیح کوچک میدیم بعد سوال ها را حل میکنم برای دریافت قضیه باقیمانده فقط یک کار انجام بدیم مقسوم برابر به صفر قرار میدی مقسوم برابر صفر قرار میدی و قیمت مقسوم در اصل پولی نماز میکنی هر چی که به دست قضیه چی هست باقیمانده یا باقیمانده مانده پول نمون خب حالا شما یک پولینوم فرض کو داشته باشه پی ایکس تقسیم یک بینوم داشته باشه یک دو حد x منفی چی اه. و اگر شما پی تقسیم از این خارج قسمتش هم یک پولینوم به نام کیو x میشه اینجا باقی مانده است باقی مانده را به حرف آر نیست چون از کلمه رمایندر گرفته شده رمایندر صحیح شد حالا این باقی مانده ایم است برای درست باقی مانده این چی است مقسوم است دیگه ماشاءالله شما در این مشکل نداریم مقسوم علیه مساوی چند قرار میدیم صفر x منفی ای را مساوی با چند قرار میدیم صفر منفی سمت راست بره x چی میشه x برابر به مثبته چون صفر از صفر جمع ای می شه. حالا اینی می قیمت در اصل پولینوم وزن میکنیم حالا چه قسم حل میشه اول در شما در در چی خواندین در تقسیم ساده برای امتحان تقسیم خارج قسمت ضرب مقسوم علی جمع با مانده ای جناب ضربی میشه با جمعی میشه پس ما بخوایم پی ایکس بدیس مقسوم بدیس بر اصطلاحا مقسوم برای درس مقسوم پی اکس برابر است دوستا پی اکس برابر است و ب... با جای می میکنیم کیوی اکس خارج قسمت ضربی مقسوم علی جمع باقی مانده حالا قیمت اکس چند رو کشید اینجا پس هر جای اکس داری به جایش یک واسه قیمت گذاری خواندیم دیگه ا ای اینجا میشه کیوی ای ا ای و ای اینجا نوشته کنیم ای منفی جمع آر حالا اینا زداشه. ای منفی ای صفر صفر ضرب هر چیزی صفر پس آر برابر چند شد پیچی، اه. حالا این قیمت عددیه اگر شما قیمت عددی رو دوستا تکرار می کنیم به جای اصل پولی نو کنین چی پیدا میشه باقی مانده پیدا میشه دوستا حالا یک سوال از این قسمت کار کنیم تا شما باقیمانده رو خوب درک کنیم در سوال مانیتور که آوردیم برای شما از سوالات فرم کنکور دقت کنین دوستا حالا این سوال هست گفته بالای از اگر تقسیم شود شما چه قسم میتونید پول رو حل کنیم پول نمیخواد اندام می میکنیم دوستا اینجا هست داریم پی, ما سوال فرم است پی اکس برابر چند چهار پایین تر نوشته کنیم دوستا پی اکس برابر است به چهار اکس مربع منفی جناب هفت اکس تقسیم شوه تقسیم چند شوه تقسیمی افاده دو هده اکس منفی دو خوب برای حل از اینا دقت کن دوستا برای حل اینا شما بخواین حل کنین چه قسم حل میشه دو تا راه حل وجود داره یک اینو کن داره یک راه حلش است تقسیم کنین 4 x مربع منفی 7 x تقسیم چی شوه x منفی دو این راه اول است ها، راه اول راه اول امام راه اصلی که تقسیم ساده انجام میدیم دقت اول بیانی از این طرف چی رو که 4 زری چند است 4 تقسیم 1 4 x مربع تقسیم x x میشه کن. اکس ضرب کن 4 x ضرب x میشه 4 x مربع منفی 2 ضرب 4 میشه منفی منفی 2 ضرب 4 میشه منفی 8 چی x حالا تفریق کن در عمل تفریق که است علامه مفروق من ها تغییر میخواد مفروق تغییر ما ببخشید این مفروق منه هاست این علامه چی است مثبت است منفی مثبت است منفی است ببخشید مثبت منفی 4x با مثبت 4x خلاص میشه اینجا خلاص میشه حالا از شما سعی کنید در قسمت از 8x دقت کنید شما بخواید پیدا کنید از هفت x که هشت x کم شود یا از 8x 7x کم شود میمونه چی x x مثبت از x ها یکش میگه از هشت هفتش کم شه یا از هفت هشتش کم شا. یک میمونه حالا اینجا چند مانده x دیگه چیزی نداریم این x هم تقسیم میشه x تقسیم x میشه چندی یکی علامه مثبت یک ضرب x x یک ضرب منفی دو منفی دو اینجا حد دیگه ای ندارم علامه زیر تغییر میدیم مثبت است منفی حالا اینجا چی از صفر است دیگه چیزی باقی نداریم حالا x با x خلاص میشه منفی دو از علامه مثبت دو میشه پس مانده ما چند شد دور یک مقدارش بشه اما به اساس قضیه باقیمانده اگر بخوایم پیدا کنیم چی قسم میشه تکرار می یک دفعه سعی کنیم تست توضیح دادم که سرطان مشکل لجنش. اول مرحله تقسیم انجام دادم شما و مرحله تقسیم مشکل ندارین و اصلی آخر پیدا کردیم در, تف... در تفریق فقط علامه مفروغه تغییر مثبت بود منفی منفی بود مثبت دوستا و بعد تا آخر اینا تفریق کردیم باقیمانده چند کشیدیم دو حالا در قضیه باقیمانده چیکار میگیم روش دوم بساس قضیه باقیمانده اگر کار کنیم این شکلی حل میشه دوستا مقسم اینیست دیگه این مقسوم علی ماست چند قرار ده صفر x منفی دو برابر چند صفر از اینجا x برابر چند شد دو حالا اینیمی می رو در اصل پولی بسکو بس کن شما چند است 4x مربع منفی 7x حالا بجای x چند واس دو میشه p دو برابر 4 ضرب دو مربع منفی 7 ضرب دو هر جا x داشتیم دو از از اینجا p2 برابر است 4 مربع دو مربع 4 4 4 16 7 دو چند شد چهارده از شانزده که شما میفهم چهاردهش کم شد چند دیگه میمونه؟ دو تا دیگه پس پی دو برابر چند شد؟ دو پس باقی یا آر ما چند شد؟ دو یعنی دو تا رویش بود که ما برای شما سوال کار کردیم امیدوارم از قضیه باقی شما با مفهوم کلی رو گرفته باشین دوستا این بود قضیه باقی یک سوال دیگه هم کار میکنیم با قضیه باقی دیگه بس است موضوع بعدی دوستا دقت کنیم خب. دوستای گرامی قضیه با را توضیح دادیم و سوال فرم کنکور هم کار کردیم یک دانه سوال دیگه هم کار میکنیم تا مفهوم کلی فهمیده شود طریق حلش سوال مختلف است دو تا سوال دیگه هم خدمت شما کار خانگی درست دوستان دقت کنیم روی مانیتور دقت کن سوال دوم است گفته اگر افاده یعنی باشه بالای وای منفی دو تقسیم میشه و با قماندر این بار چند داده با قماندر داده از ما قیمت به نام کر خواسته ای سوال خب سوال دقت کنیم ما حل میکنیم نوشتم میکنیم ببخشید حس پولین ماست گفته وای مکعب منفی چهار وای مربع مثبت ک وای مثبت 24 است اگر بالای چی تقسیم شه وای منفی دو تقسیم شده دوستا باقی یا آرش گفته چند میشه؟ هشت است از اینمی سوال شما قیمت چی رو پیدا کنین؟ کار پیدا کنین خب ساده است دیگه برای کار برای قضیب... دریافت قضیه باقمانده با اول مقصود های مساوی چند بود؟ آفرین صفر قیمت از رو در اصل پولینوم می کردیم و بعد مساوی قیمت باقی پیدا میشه حالا سعی کن سوالا اینجا متفاوت است وای منفی دو را مساوی چند قرار میدیم صفر وای منفی دو که مقسوم علی است مساوی چند صفر دو طرف رفت علامه مثبت میشه وای برابر به مثبت چند دو حالا این دو را در اصل پولینوم وزن میگیم چرا که چی پیدا شد آر پیدا شد با کماندار داده حالا پس ما به جای نشان میکنیم وای به جای اصلی پولی نمیخواد نشان میکنیم هر جای وای دارم به جایش دو از میشه دو به توان سه منفی چار ضرب دو مربع مثبت که ضرب دو مثبت بیست و چهار سعیست؟ حالا آر برابر است دو به توان سه هشت دو مربع چهار چهار ضرب منفی چهار منفی شانزده 2 ضرب که که میشن جمع چند 24 یک تفریق انجام بدیم از منفی 16 که 8 8ش... هشت هشت کمشن میشه منفی 8 میمانه درسته پس آر برابر منفی 8 جمع 2 که جمع چند شد دوستا 24 حالا یارده هم مختلف الالامه از تفریق میشه خب از 24 که 8 کمشن میمانه چند دوستا 16 آر برابر است و 2 که جمع چند 16 از طرف دیگر دوستا از طرف دیگر شما قیمت آر دارین قیمت آر شما چند است هشت پس در این رابطه به جای آر چند ماندم به جای آر خود هشت ماندم برابر است به چی دو ک جمع چند 16 معلومو مجهول میکنیم معلوم چی مجهول برای این کار خب الان نشم میگیم دو ک جمع 16 هست برابر به چند هشت 16 او طرف بره علامش چی میشه دوستا منفی میشه علامش منفی میشه دوستا حالا دوکه ما برابر است 8 خود 16 و طرف منفی 16 شد درستن؟ دوکه برابر است بچه ها به این طرف اگر نوشته کنیم دوکه برابر است به از 16 مختلف علامه میاد که 8 ش کم شد منفی چند میمونه؟ منفی 8 اطراف تقسیم چند؟ دو دو کده دو اختصار میشه 16 8 تقسیم منفی 8 تقسیم دو میشه چی؟ منفی 4 پس از اینجا که برابر چند شد؟ منفی چند؟ 4 این بود حل سوال ما از بخش قضیه ای سوالا بش ش... بش با امیدوارم این سوال به شکل وچی هستن فامیده باشین با به این شکل حل میشه و سوال های دو تا سوال دیگه هم هست که شما خودتان اونا رو در خانه کار کنین تا بفهمین که واقعا قضیه با رو یاد گرفتین یا نه من هم سوال روی مانیتور نشان میدم شما ببینید این دو تا سوال هست دوستای گرامی این دو تا سوال از شما خودتان حل کنین سوال سه را سوال چهار مربوط خود شما دو تا سوال ما کار کردم دو تا دیگه هم شما کار کنین این بود درس امروز ما دوستای گرامی بخش قضیه باقی مانده بود که برای شما از آن تقدیم کردیم امیدوارم خوشتان آماده باشه تا دیدار بعد بدرود